همونی که عرض کردم حتما قوانین بهداشت رو رعایت میکنیم، قوانین پزشکی، علم پزشکی رو نیست رعایت خواهیم کرد، اما این گونه نیستش که با این موقعیت ما به اسارت طمع بریم، به اسارت ناامیدی نیست گرفتار بشیم و در دام شتاب زدگی قرار بگیریم. هرچند متاسفانه میبینیم در خیلی از موقعیت‌ها در سرزمین‌های مختلف، حتی همین آمریکا، آنقدر افراد رو ترس در بر می‌گیره با توجه به اینکه دولت اعلام کرده توی خونه‌هاتون بشینید، اگر ضرورتی نیست از خونه نیاید بیرون، اما می‌بینیم توی بعضی از فروشگاه‌ها چه صف‌های فشرده کنار هم هستن و اینجاست که ترس با خودش طمع رو میاره، ترس با خودش خودخواهی رو میاره. کشور و سرزمینی مانند آمریکا که این همه منابع و معادن داره، این همه مواد خوراکی داره، نباید دیگه وارد چنین موقعیت هایی بشه، اما ترس هست که داره این بلا رو سر مردمی میاره که طمع بکنن برای چیزهایی که دارن ولی باز حرص میزنن. در نامه اول قرنتیان 5:8 میخونیم، اعلام میکنه بنابراین عید فصح اون جشنی، اون شادی که در دل من و تو خداوند قرار داده به عنوان عبور از تمام دردها و رنجها، بنابراین عید فصح را نه با خمیر مایه ترش و کهنه که درش مذهب هست. خیلی هستن که امروز دست به اعمال و رفتاری میزنن که ما میمونیم خدا دوسته، تمام قوانین مذهبی خوش انجام میده، ما چقدر میترسه چون خمیر مایه انسانی داره، چون از بعد حقیقی محبت خدا آگاهی نداره. بنابراین عید فصح را نه با خمیر مایه ترش کهنه که خمیر مایه بدخواهی و شرارت هست، بلکه با نان فطیر که نان صمیمیت و صداقت است نگاه داره، با محبت، با عشق. زمانی که من اعتماد کامل دارم به خداوندم، به مسیح، مسلماً این قلب من پر از عشق و محبت هست. اگر میبینم نسبت به نیازهام به اندازه کافی برای یکی دو هفته توی خونه نیازهام رو دارم، دیگه طمع نمی کنم، حرص نمی زنم، چرا که صداهای منفی دیگه روی گوش من، ذهن من نمیتونه تأثیر بذاره که این دوران امکان داره یک سال بکشه، مواظب باشید، خدا با ماست. پس چرا ترس؟ پس چرا این نگرانی باید بر ما باشه اگر حقیقتاً ما مشتاق خدای حقیقی هستیم؟ اما چگونه میتوانیم در این عبور خودمون رو قرار بدیم؟ در مزمور 34:8 میخونیم، اعلام میکنه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. این قدم اول هست، میگه بیکار شدم، میگه خونه نشین شدم، میگه وقتم خیلی زیاد هست، این وقت به تو داده شده هموطن عزیزم، نه فقط فیلمای سینمایی، خوبه ببین، نه فقط اینستاگرام چه خبره، خوبه ببین، نه فقط تلفن با تلفن، به هر حال لازم هست به این مقداری، اما وقت تو بذار، از محبت خدا پر شو، بچش، ببین که خدا نیکوست، چرا که اخبار دنیا داره تو رو بیشتر میترسونه، تو رو نگران میکنه. یک خبر خوش هست که همیشگیه و جاودانه است و اون خبر خوش انجیل مسیح است. وقت بذار برای کلام خدا تا بتونی تو این موقعیت نیز در امنیت خدا باشید و عبور کنید از این مشکلات. بچشید و ببینید خداوند نیکوست، خوشا به حال شخصی که به دو توکل میکند.